أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنئم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة. وحمد وصفات وستائش بحد بر خداوند متعال، وبا درود بی پایان بر محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و مصطفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خدا من به لطف و مرحمت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن، سخن خداوند است و بهترین رهنمود، رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و منوالو رسیدیم به آیه شریفه 22 از سوره مبارکه الحج. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیر. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. خدا بادهای فرسدگر با آن درختان شود بارور، خود از آسمان آب آورده ایم، از آن چشم سیرابتان کرده ایم، وگر نه کجا داشتید این توان جاری نمایید آب روان. زما زنده گردند خلق جهان، دیگر بار از ایشان ستانیم جان. هر آن کس دنیا برفت و بمرد، همه ارث او را خداوند برد. بر آیندگان و بر اهل قدیم، محیط است علم خدای علیم.
هنوز هم خداوند در این آیات مبارکه در صدد قدرت نمایی خود و نشان دادن ولایت مطلقه خودش تا مردم فریب روحانیت های مصور و امام تراش و مسیح پرست و پیغمبر پرست و مخلوق پرست نشوند. وارسلنا الرياح لواقه، ما بادها را بارور کننده قرار دادیم. انزلنا من السماء ماء، از آسمان آب فرود فرستادیم و شما را سیراب کردیم. و ما انتم له بخازنین، شما قدرت خزانه کردن یا مخزون کردن این آبها رو ندارید. رودخانه آمازون در هر ثانیه 300 هزار متر مکعب آب میده بیرون در طول سال. چون این رودخانه رو کجا میخواید آب امر براش درست کنید؟ کدام کوهه که این همه آب بتونه جا بده بر خودش؟ 300 هزار متر مکعب در هر ثانیه. و ما انتم لهو بخازنی، شما نمیتونید اونو مخزون کنید. و منبر متوازی درست کردن 400 متر زیر زمین. چون این آب منبر فقط برای شهری مثل دمشق برای دو روز کافی میشد، اونم با هر جای نجومی کرده بودن. رودخانه تامزو کجا آدم میتونه براش مخزن پیدا کنه؟ رودخانه دانوب، رودخانه نیل و اگر خداوند رودخانه ها و چشمه ها رو قرار نمیداد، هیچ راهی برای خزانه کردن آب برای انسان وجود نمیداد. تازه که آب باران رو هم میخواستیم جمع بکنیم در طول سال، یک خانه نیاز داشتیم مثل خانه درش زندگی میکنیم برای آب انبار فقط، اندازه مساحتی خونه. تازه چون این آبی را اگه نگهداری هم فاسد میشه، حیوانات درش رشد میکنه، ما آب گندیده میشه. وارسلنا الرياح لواقح، بعضی از مفسران میگن که ابرها را با بخار آبی که از زمین بلند میشه بارور میکنه. بخار آب میره به ابرها و اونو بارور میکنه و این ابرها در مقابلش ابرهای دیگه قرار میگیره که نیروی الکتریسیتشون برعکسشه. اون موقع فشار برش وارد میشه و بخار آبی را که بر خودش بوده، همین بخار آب که از دریاها بلند میشه، عنوان یک آب نوشیدنی دوباره به زمین باز میگرده. وارسلنا الرياح لواقح، انزلنا من السماء ماء فسقيناكم. آیا کاسه آبی که من شما میخوریم میگیم الحمدلله یا نه به جای الحمدلله شکر مردگان بکنید یا لعنت مردگان بکنید، همچنان که آخوندهای دجال بعضی ها رو فریب دادن؟ کاسه آبی که میخورید فضل خدا رو بر خودت میبینید؟ از بعضی از خلفا فکر کنم هارون رشید باشه رحمت الله علیه، یکی ازش سوال کرده وزیرش، ای خلیفه این کاسه آبو اگر ازش محروم بشی به چند میخری؟ یک بار تشنگی بتونه تحمل کنه و به نصف مملکت خدا. گفت خب اگر بیرون نیاد چی؟ گفت به نصف مملکت دیگه. گفت پس در مملکتی که خلافتی که سلطنتی که به اندازه کاسه آب ارزش نداره از خدا بترس. اونایی که کلیهشون خدا نکرده از کار افتاده،
و میدونند یعنی وقتی که اوره دم اضافه بشه بیشتر بشه انسان به امراض متعددی مبتلا میشه چنان عصبی میشه مثل یک حیوان وحشی میشه چون اوره خون علتش سبب اضطراب های روحی میشه سبب اضطراب در رفتار میشه همه چیزو میزنه همه چیزو از بین میبره حتی اینهایی که کلیهشون خراب میشه در هفته دوبار میرن تصفیه کلیه میکنن تصفیه سنا مصنوعی بازم نسبتی از اوره در خون میمونه معمولا کسانی که تصفیه خون میکنن دچار آشفتگی میشن یه مدتی بخاطر این مقدار اوره که تصفیه نمیشه در روحیهشون در اخلاقشون تأثیر میذاره این کاسه آبی که اگه بیرون نیاد کار میتونه انسان بکنه اگه انسان نتونه خدا نکرده ادرار بکنه دردهای متحمل میشه که قابل وصف نیست درد کلیه درد مجاری ادرار خداوند هزار راه داره برای که انسانو ادب بکنه و شیرین کردن آب دریا هر لیترش 4 ریال سعودی خرج داره پس این آبی که دست من شما میرسه این در پولی که من شما میدیم این پول آب نمیتونه باشه پول زحمت هایی که براش کشیده شده به دست شما رسیده وارسلنا الریح علی واقع انزلنا من السماء ماء اسقیناکم و ما انتم بخازنین ارسلنا ارسال کردن از یک منطقه به منطقه دیگه وقتی خداوند میگه ما بادها رو فرستادیم ببین که از هر جا به هر جا فرستاده شده از یک طرف فقط نیست و ولذا باد در یک دوره مستمر گردش میکنه حرکت میکنه و اگر باد از حرکت میستاد هوا خراب میشه و بشریت امراض متعددی گرفتار میشه بلکه بادها هوا رو تمیز میکنه اون از رکود باز میداره میدونیم که قرآن وقتی که از باد حرف میزنه وقتی به صیغه جمع از باد حرف میزنه یعنی که سخن از خیره و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمت خداوند ذاتی است که بادها میفرسته بادها رو به عنوان رحمت استفاده میکنه اما وقتی به عنوان مفرد ذکرش میکنه ریح برای عذابه و اما عاد فاهلکوا بریح سرسر عاتیه اما قوم عاد با باد سرسر ترکش هلاک کردیم اینجا میفرماید که ورسلنا الرياح على واقع ما بادها رو بارور کننده فرستادیم و لا لواقع جمع لاقحه گاهی برای شطوری که در حمله اطلاق میشه و گاهی بر خودی شخصی که حیوانی که کسی دیگر رو حمله میکنه خداوند خواسته که همه هر چیزی که در این کائنات هست اضافه بشه زاد و ولد کنه ولذا از هر چیزی زوج ایجاد کرده حتی از برق میبینی مثبت منفی هست سبحان الذی خلق الازواج کلها منزه از خداوندی که همه چیز رو زوج آفریده بعد میشماره میماتون به طول ارد از اونچه که از زمین میرویه و من انفسهم از خودتان و میمالا یعلمون و آنچه را که نمیدانی چیزهایی است که انسان نمیشناسه مثلا درخت چنار رو نرش چیه مادهش چیه دم نمیدونه مگه که درخت شناسان روی رشد میکنن و
درخت دیگه رو، درخت توت، درخت موز، درخت لیمو، درخت زیتون، کسی ما نمیبینه چطوری اینو با جفت گیری میکنن هم به، ولیکن میبینیم که میوه میدن. این جفت گیریشون از گردگیریشون چه از راه هوا باشه چه از راه دیگه ما نمیدونیم اینو. ما آبهایی رو میبینی که بر کوه میریزه باران، بعد از مدتی که باران میاد میبینی که کوه سرسبز میشه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این تخم سبزی ها در کوه وجود داشته، منتظر آب بوده و دانشمندان میگن که این اصطلاح قابلیت ذکورت در نباتات وجود داشته، منتظر باد بوده، منتظر هوای مناسب بوده، منتظر محیط مناسب بوده، منتظر باران بوده تا این صورت بگیره. ولی کوه رو میبینیم که بعد از که باران میاد سرسبز میشه، بلکه این بذرهایی که در داخل کوه مونده به وسیله باد بارور شده و وقتی باران اومده فرصت رشد پیدا کرده. گاهی شما یک کوه رو میبینید نصفش سبز و نصفش نه خشکه، بلکه باد نصفش رو زده نصف دیگرش رو نه. فانزلنا من السماء ماء، و خود آب هم همطور که اشاره شد مثبت منفی وجود داره، هیدروژن و اکسیژن وجود داره. این عملیت باروری درش صورت میگیره و ما امتون لهو به خازنه این ما نمیتونید این آبهای زمین رو براش آب انبار درست کنید و خاصه صدهایی که ما درست کنیم این ها رو خداوند ما یاد داد چرا قبلها نبود بعد باران میاد اکتشافات به توفیق خداوند اکتشافات بود. شما وقتی یه کاسه آب مقطر میخوایی مثلا میرید داروخونه برات آب گرم میکنه با سری دستگاه مشخص بخار تبدیل میکنه دوباره آب مقطرش میکنه، همه این کار در این کائنات صورت میگیره بدون که من شما بدونیم. و اینا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. ولی زن نگو این خانه منه، این فلان وارث اصلی خداونده. این امانت چند روزی پیش ما در حقیقت مالک اصلی خداست. حتی دستمون، پایمون، چشمون، گوشمون، همه اینها رو مونی که به ما داده باز پس میگیره. در خانه که زندگی میکنیم، در محل تجاری، همه اینها آریه، آریه چند روزه. برزا یکی از چوپانهای سهرانشین ازش سوال کردند که این رمه شطور مال کیه؟ گفت مال خداونده لیکن در دست منه. بهترین جواب، بلیغترین جواب. و اینا لنحن نحی و نمیت و نحن الوارثون. و این آیاتو خداوند جل جلاله در من شما ذکر میکنه تا اینکه بدونیم که دلالت بر عظمت خداوند میفرماید و باید دربارش فکر کنیم، دربارش تأمل کنیم و ابعادش رو بشناسیم. بلکه شما وقتی خداوند را از راه آیاتش بشناسید در مقابل فریبها، در مقابل فشارها که بسک بیشتر مقاومت کنید. اما شناخت تقلیدی ارسی بدون تأمل، بدون اندیشه، بدون بحث، بدون بررسی
در مقابل فشارها، در مقابل فریبها که باسا که دوام پیدا نکنه. اگر خداوندو از راه کائناتش که آیه بزرگش شناختی، ایمانت قوی تر خواهد. و من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. همانا عالمان، عالمان راستين انتخز خداوند میترسند، کسانی که از قبرها میترسند، از امامها میترسند، از پیر و پاتالها و غوث قلندرها و بتهایی که خود شناختند میترسند، اینا خدا را نشناختند و خدا را از خدا نمیترسند و نشناختند. إن الله عزيز غفور، خداوان عزيز و غالب و بخشنده. يادر آية دیگه می فرماید وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم منها موردون، مثل هر آية که در آسمانها و زمینه رد می شند ازش، اعراض می کنند، چون در سوره یوسف می فرماید غافلان. گاهی انسان ها مثل حیوان با آیات خدا برخورد میکنن، گاهی نه مثل انسان. چطور؟ حیوان آب میخوره، انسان آب میخوره. انسانی که آب میخوره، این آب دربارش فکر نمیکنه، به خداش نمیرسه، چه فرقی با حیوانی داره که آب خورده؟ کیست که این آب پاک نازل کرده؟ کیست که این آب در کوها قرار داده؟ کیست که این هوا را در رودخانه ها و دریاها قرار داده؟ و رضا مثل حیوان با آیات خدا برخورد نکنی. و والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم، کسانی که کفر ورزیدن یا این نعمت ها رو به غیر خدا نسبت بدن، آقا به برکت امام زمانه و فلانه، کسانی که کفر رو ارزیدن از کالا از نعمت های خداوند برخوردار میشن و میخورن همچنان که حیوانات میخورن، مثلا جامشون آتشه. و باید به علم یقین بدونیم که خداوند این آیات رو خلق کرده تا اینکه من و شما به وسیله این آیات، تدبر در این آیات، تأمل در این آیات به خودش برسیم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ظاهر أمر بعض المفسرين ميگن که ممکن بود خدا بگه إنا نميت ونحيي، ما زنده میکنیم، میمیرانیم و زنده میکنیم. برای که خدا سبحانه و تعالی من شما رو وقتی که زنده هستیم مخاطب قرار میده. لیکن خدا من اینجا جل جلال هو من والو میخواد اینو جلب توجه کنه که مرگ اولی نگاه کنیم. مرگ اولی وقتی است که عدم محض بودیم، نیست بودیم، نیست بودم هست بودم، از نیست هستمون کرده. و کنتم امواتن فاحیاکم، شما مرده بودید، نیست بودید، نابود بودید، شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، دوباره بعد اینکه شما را زنده کرد میمیرانتون. ثم یحییکم، دوباره زندهتون میکنه. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی او باز میگردید. چیه میگه؟ نه سوی علی باز میگردی، خود علی به سوی که باز میگرده، خود ائمه کرام به سوی که باز میگردن. راجع به مرگ باید بین عدم محض و بین عدم بعد از وجود یعنی مرگ تفاوت قائل بشیم. عدم محض اونه که قبل از اینکه خلق بشیم نیست بودیم، خداوند هستمون کرده، زنده مون کرده، دوباره میمیرانند، دوباره زنده میکنه برای حساب و کتاب. اینجا در این آیه سخن از مرگی است که بعد از زندگی من شما رخ میده، بعد که زنده مون کرده. و نحن الوارثون، خب این نشون میده که ارث بزرگی هست این کائناتی رو که خداوند خلق کرده و من شما رو به دست من شما داده. من شما هیچ چیزی بهش اضافه نکردیم، کائناتی که خداوند خلقش کرده. برای که شما اگر مقدار آب نگاه کنید، مقدار غذا رو نگاه کنید در این هستی،
همه اون چی که زندگی رو تشکیل میده، آبی رو که می نوشید یا از راه عرق میاد بیرون یا از راه ادرار، بعد از مرگ جسمت دوباره بخار میشه، خاک میشه و این بر همه کائنات صورت میگیره، نه فقط بر من شما. برزه هیچ چیزی از این کائنات، از موجودات ارزش عبادت نداره جز خود خداوند. برزه اینجا خداوند از امر مرگ و زندگی و بازگشت این کائنات به نهایتش به سوی خداوندی که خلقش کرده سخن میگه. از دو موضوع روش تمرکز میکنه، مرگ و حیات. این مرگ و زندگی بر همه کائنات صورت میگیره، هستی و نیستی. هر چیزی یه مدتی داره، از کهکشان ها گرفته تا ذرات تا انسان ها، هر چیزی یه مدتی داره، یه اجلی داره. هر چیزی که خداوند خلق کرده در این زندگی یک وظیفه ای داره. وقتی که وظیفهش تمام شد، در حسب آنچه که خداوند مقدر کرده میمیرد. اگر که ما بشر به اندازه توانایی خودمون اینو درک نمی کنیم، رضا خداوند فرماد کل شیء هالکون الا وجه، همه چیز هلاک میشه جز ذات خداوند. همه چیز یعنی همه چیز، همه این کائنات نیست بوده، هست شده، دوباره نیست میشه. و هر چیزی هم وظیفه متناسب با زندگی خودش داره، به مجردی که وظیفهش تمام بشه از بین میره. و خداوند وارث همه چیزه. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. ما زمین و آنچه بر روی زمینه به ارث میبریم، زمین و آنچه روشه و به سوی ما باز میگرد. یعنی هم تارک و هم متروک خداوند به ارث میبره، بلکه خالق همه چیز خداونده. و میراث خداوند با میراث بندگان فرق میکنه. مخلوق وقتی از کس دیگه ارث میبره، اون باید بمیره تا ارثش ببره، میبره زیر خاک میذاردش، سپس بعد از اون میراثشو تقسیم میکنه. اما خداوند نه، هم تارک و هم متروک، هم ارث و هم به جا گذارنده ارث، هر دو رو با هم به ارث میبره. برزا چه باسا کسانی که مثلا یک میت براشون خیلی عزیزه، ممکنه کنار تابوت رو بگیرن، نه نبرینیدش، از بس که دوستش دارن نمیذارن از منزل خارج بشه. لیکن اگه یه هفته بگذره، جسد که پوسیده میشه، هی زنگ میزنن که نه بیایید هرچی زودتر ببرید. بعد از اینکه اونی که ارث رو ترک کرده، گذاشته، به جا گذاشته، زیر خاک میذارن، ارثش رو تقسیم میکنن. اونی که ارث به جا گذاشته، اگر موحد بوده، ایمان خوبی داشته، عمل صالح داشته، وارد یک زندگی جدید و بهتر از زندگی دنیا میشه، برای که در مهمانی خداوند متعال، خداوند ما و شما را از اینا قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.